سلام من مرجان صادقیان هستم و قراره که توی این ویدیو درباره نحوه کار با انواع کارگزاری ها برای شما عزیزان یک مقدار مختصری توضیحات بدم اما اولین توضیحی که میخوام در مورد کارگزاری ها بدم یک سری کارگزاری داریم که پنل های متفاوتی دارن بعد از اینکه نام کاربری و رمز عبورتون رو بزنید وارد فضاهای متفاوتی میشید یک سری از کارگزاری ها فضاشون با هم مشترک هست. برای مثال کارگزاری مفید و کارگزاری مبین سرمایه فضای کاملا مشابهی دارن. یعنی اگر شما توی هر کدوم از این کارگزاری ها یک کد بورسی گرفته باشید خیلی راحت میتونید با اون یکی هم کار کنید چون فضایی که دارن کاملا شبیه به هم هست. اما من قراره که توی این ویدیو با کارگزاری مفید یک سری از کارهایی رو که شما میخواید انجام بدید رو بهتون آموزش بدم. برای مثال بعد از اینکه وارد پنل کارگزاری خودتون شدید اگر بخواید سهمی رو خرید یا فروشش رو انجام بدید باید چطور عمل بکنید همونطور که ملاحظه میکنید توی قسمت ارسال سفارش جستجوی سهم اگر اونجا سهمی مد نظرتون هست که اون رو خرید کنید یا اگر از قبل این سهم رو خریداری کردید و قصد دارید که اون رو بفروشید فقط کافیه که اسمش رو توی قسمت جستجوی سهم تایپ کنید مثلا اگر من بخوام سهم خودرو رو, رو. در این قسمت تایپ کنم همونطور که نگاه می کنید سهم های دیگه هم از گروه خود رو و قطعات برای من اینجا نمایش داده میشه. اما چون سهم مد نظر من سهم ایران خود رو هست من سهم ایران خود رو رو از این دسته انتخاب می کنم. خب بعد از اینکه سهمتون رو انتخاب کردید اگر نگاه کنید یک قسمتی هست اینجا برای خرید و یک قسمتی هست برای فروش خب اگر بخواید فروشی رو انجام بدید باید قبلا این سهم رو خریداری کرده باشید و یک تعداد دارایی داشته باشید یعنی نباید تعداد داراییتون صفر بوده باشه اما اگر بخواید سهم رو خریداری کنید باید گزینه خرید رو کلیک کنید برای مثال قیمتی رو که بخواید مد نظر قرار بدید برای خرید یا فروشتون کافیه روی این مستطیل قیمت یک کلیک کنید و همونطور که میبینید بازه مجاز روز برای سهام ایران خود رو از 277 تومن هست تا 305 تومن یعنی اگر بخواید خریدی رو انجام بدید کمتر از 277 تومن نمیتونید خرید یا فروش کنید بیشتر از 305 تومن هم نمیتونید خرید یا فروشتون رو انجام بدید. حالا اگر صفحه خرید باشه که روی 305 تومن خرید میزنید، اگرم که صفحه فروش باشه که روی 277 تومن اردرتون رو میذارید. اما اگر در حال نوسان بین بازه مجاز روزش باشه، شما میتونید با توجه به این قسمت سمت چپ. که پنج تا از برترین تقاضا و برترین عرضه ها رو برای شما نمایش میده میتونید قیمتتون رو توی این بازه انتخاب کنید مثلا من قیمت 280 تومن رو انتخاب میکنم و خب حالا شما قصد دارید که برای مثال از سهم ایران خود رو یک مبلغ خاصی رو خرید کنید به قیمت بر فرض مثال 280 تومن خب مبلغی که مد نظرتون هست رو اینجا وارد کنید حالا مثلا مبلغی که من مد نظرم هست مبلغ 5 میلیون تومن هست خب مبلغتون رو باید به ریال در این قسمت وارد کنید. و خودش وقتی روی گزینه ماشین حساب کلیک می کنید مبلغتون رو اگر بزنید در قیمت ضرب می کنه رو کسر می کنه و یک تعدادی رو برای شما اینجا نمایش میده. خب بعد از اینکه تعداد رو براتون نمایش داد شما با در واقع زدن دکمه خرید میتونید سهم رو خریداری کنید. برای فروشش هم دقیقا همین مراحل رو طی میکنیم. توی این صفحه اگر که نگاه بکنید در قسمت بالا مبلغ پولی که برای شما بلوک شده هست و حتی قدرت خریدتون رو هم نمایش میده. توی این تصویر همونطور که میبینید قدرت خرید من اونقدر کافی نیست که بخوام سهمی رو خرید یا فروشش رو انجام بدم بنابراین این برای اینکه اگر مد نظرم باشه که سهمی رو خرید کنم چون قدرت خریدم کافی نیست باید اولین کاری که انجام میدم واریز وچ رو به پنلم انجام بدم یا در واقع اکانتم رو شارژ بکنم تا قدرت خرید من بالاتر بره و بتونم سهمی رو خریداری کنم برای اینکه بخوایم واریز وچ انجام بدیم از نوار ابزار سمت راست همونطور که میبینید دومین دو گزینه گزینه واریز بچ رو انتخاب میکنم خب بعد از اینکه گزینه واریز بچ رو انتخاب کردم واریز آنی رو انتخاب میکنم بانکتون رو درگاهش رو به انتخاب خودتون میتونید یکی از این بانک هایی که برای شما زده اینجا انتخاب کنید حالا بر فرض مثال من درگاه پرداخت پارسیان رو انتخاب می کنم و مبلغی که قرار پنلتون رو شارژ کنید رو هم در اینجا وارد می کنید. بعد از وارد کردن مبلغ و در واقع زدن دکمه ارسال وارد یک صفحه میشید وارد درگاه بانکتون میشید که باید اونجا اطلاعات کارتتون رو وارد کنید بعد از اینکه پنلتون رو شارژ کردید و یک مبلغی رو وارد پنلتون کردید شما قدرت خریدتون بالا میره و میتونید حالا سهمی رو خرید کنید خب اگر بخو مبلغی رو سهمی رو فروختید یک مبلغی توی پورتفوتون هست و میخواید یک تقاضای بچ بکنید و پولی رو به بانکتون واریز بکنن یا میخواید پولی رو از پنلتون برداشت بکنید باز میاید توی منوی سمت راست زیر گزینه واریز بچ گزینه تقاضای بچ رو میزنید مبلغ که مد نظرتون هست رو کافی اینجا تایپ بکنید و تاریخی که قراره که وارد حساب بانکی شما بشه رو وارد میکنید و میاید این قسمت پایین ثبت درخواست رو میزنید خب اما اگر بخواید سهمی رو خرید کردید یا اصلا نه سهمی رو میخواید نمودار در واقع تکنیکالش رو چک بکنید باز از این منوی ابزار سمت راست اگر نگاه کنید میتونید این قسمت ابزار تکنیکال رو انتخاب کنید به این صورت خب بعد از اینکه روی گزینه ابزار تکنیکال کلیک کردید این پنجره برای شما باز میشه توی این پنجره در حال حاضر سهم اخابر رو همونطور که میبینید داره نمودارش رو به من نشون میده اما توی این قسمت به جای سهم اخابر هر سهم دیگه ای که شما مد نظرتون باشه میتونید اون رو اینجا سرچ کنید. مثلا سهم همون خودرو رو اگر من بخوام اینجا سرچ بکنم کافی روش کلیک بکنم و اگر اینترنت یاری بکنه بله سهام شرکت ایران خود رو برای من نمودارش نشون داده میشه میتونید به قبل برید گذشته سهم رو بررسی بکنید و حالا میتونید در واقع حال حاضرش رو بررسی بکنید این هم ابزار تکنیکالی هست که میتونید باهاش تحلیل نمودار رو انجام بدید و برای تحلیلتون توی بخش بدون تعدیل میتونید سهم رو با افزایش سرمایش نگاه بکنید میتونید بدون تعدیل بزنید و نگاه کنید بستگی به نوع تحلیل خودتون داره و اما توی نوار ابزار سمت راستتون گزینه دیگه هست به اسم تغییر کارگزاری ناظر که اگر روی این گزینه کلیک کنید اگر بر فرض مثال شما صندوق دارای کم رو خریداری کرده بودید میتونید نمادش رو اینجا جستجو کنید و ثبت درخواستتون رو بزنید تا بتونید این رو دارای کم رو توی پورتفوی خودتون یا توی سبد دارایی خودتون مشاهده کنید